در تحقیقات علمی که توسط مرحوم دکتر احمد بیرشک انجام شد، روز عاشورا در روز 21 مهر ماه سال 59 شمسی اتفاق افتاده است. طبق این تحقیق علمی، اتفاقات عاشورا در روز 21 مهر ماه سال 59 شمسی با 3 دقیقه اختلاف اینگونه رقم خورد. در ساعت 5:47 دقیقه صبح، امام حسین بعد از نماز صبح برای یارانش سخنرانی و آنها را به صبر و جهاد دعوت کرد. همزمان در سپاه دشمن نماز صبح به امامت عمر سعد انجام شد و بعد از آن به آرایش سپاه و استقرار نیروها مشغول شدند. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها برای ما بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. حدود ساعت 6 صبح کمی بعد از طلوع آفتاب، امام حسین سوار بر شتری بزرگ شدند تا بهتر دیده شوند. امام روبروی سپاه کوفه رفت و با صدایی بلند صفات و فضایل خود و پدرش علی ابن ابی طالب و برادرش را به کوفیان یادآوری نمود. امام چند نفر از بزرگان آنها را همچون شبس ابن ربعی و حجار ابن ابجر مخاطب قرار داد که مگر شما مرا به کوفه دعوت نکرده اید؟ و آنها انکار کردند. امام نامه های آنها را به طرف آنها پرتاب کرد و خدا را شکر کرد که حجت بر آنها تمام شده است. یکی از لشکر دشمن فریاد زد: ای حسین، چرا حکم ابن زیاد را نمیپذیری؟ امام فرمود: هیهات من نزله، پس فطرتی پسر پس فطرت دیگر مرا بین مرگ و ذلت قرار داده، در حالی که ذلت از ما دور است. امام نیم ساعت سخنرانی کردند و سپس بازگشتند. حدود ساعت 8 صبح بعد از سخنان امام حسین، چند نفر از اصحاب آن حضرت به روایتی بریر که سید قاریان قرآن در کوفه بود و زهیر خطاب به کوفیان سخنان مشابهی برای هدایت و بازداشتن آنها از این جنایت گفتند. بعد از سخنان زهیر و بریر، امام به میدان آمد و فریاد زد: هل من ناصر ینصرنی؟ در این لحظه چند نفر دچار تردید شدند و امام سخن خود را دوباره تکرار نمود: هر، ابو شعصا و دو برادر که در گذشته عضو خوارج بودند ناگهان از درون خالی شدند و آثار ندامت در ایشان ظاهر شد. بعید نیست افراد دیگری نیز از گوشه و کنار لشکر دشمن در فرصتی جنگ را ترک کرده باشند. اکنون ساعت حدود 9 صبح است. شمر به عمر سعد پرخاش نمود که چرا اینقدر تعلل و تأخیر میکنی عمر؟ و عمر تحت فشار شمر و البته به طمع حکومت ری، اولین تیر را به سمت سپاه امام حسین پرتاب کرد و فریاد زد: نزد عبیدالله ابن زیاد شهادت دهید که من اولین تیر را به سمت حسین رها کردم. بعد از این پرتاب تمام کمانداران لشکر عمر سعد همگی شروع به تیراندازی کردند. امام حسین رو به یارانش فرمود: اینها نماینده این قوم هستند، پس برای مرگی که چاره‌ای جز پذیرش آن نیست آماده شوید. در این تیرباران چندین نفر از یاران امام حسین شهید شدند. به روایتی مجموع کشته های سپاه امام تا به اینجا حدود 50 نفر گفته شده است. حدود ساعت 10 صبح بعد از تیراندازی، یسار غلام زیاد ابن ابی و سالم غلام عبیدالله ابن زیاد از لشکر کوفه برای نبرد تن به تن جلو آمدند. عبدالله ابن عمیر اجازه نبرد خواست و امام نگاهی تحسین‌آمیز به او کرد و فرمود: به گمانم حریف کشنده ای باشی. عبدالله آن دو نفر را کشت، البته انگشتان دست چپش قطع شد.
با کشته شدن این دو غلام ناگهان حمله سراسری کوفیان شروع شد. در سمت راست لشکر حبیب ابن مظاهر و یارانش با نیزه حمله ها را دفع کردند و در سمت چپ سپاه شمر با زهیر و یارانش به جنگ مشغول شدند. در این حملات شمر زخمی شد و دستور عقب نشینی داد. سپس 500 تیرانداز کوفی دوباره سپاه امام را تیرباران و علاوه بر شهادت تعدادی دیگر از یاران امام، 23 اسب در لشکر امام نیز بر اثر تیرها از پا در آمدند. از شهیدان اولیه در این تیرباران ابو شعصا بود. او 8 تیر انداخت که 5 نفر از دشمن را از پای در آورد. امام او را دعا نمودند. سپس گروهی از سپاهیان شم خواستند از پشت سر به امام حمله کنند که زهیر و 10 نفر از یاران امام به آنها حمله و آنها را فراری دادند. در حدود ساعت 11 قبل از ظهر امام حسین دستور تک تک به میدان رفتن را به فدایان خود دادند. فدایان امام حسین با هم عهد بسته بودند تا زنده هستند نگذارند کسی از بنی هاشم و خاندان پیامبر به میدان برود. آنها برای شهادت و پاره پاره شدن در راه فرزند پیامبر از هم سبقت می گرفتند و این همان زیبایی است که حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل یزید لعنت الله علیه از آن یاد کردند. یکی از اولین کسانی که در مقابل نگاه امام حسین در جنگ های تن به تن شهید شد پیرمرد زاهد جناب بریر بود. بعد از بریر مسلم ابن اوسجه به شهادت رسید. در آخرین لحظات حبیب ابن مظاهر بر سر بالین مسلم رفت و گفت کاش می توانستم وصیت های تو را اجرا کنم، اما من نیز به زودی به تو خواهم پیوست. مسلم ابن اوسجه با دست امام حسین را نشان داد و با سختی به حبیب گفت وصیت من این مرد است، مبادا او را تنها بگذاری. در همین گیرودار 7 نفر از یاران امام حسین در محاصره لشکریان کوفه افتادند که امام حسین حضرت ابوالفضل عباس را به سمت آنها فرستاد. حضرت عباس شیرمرد بنی هاشم چنان به لشکریان کوفه یورش برد که ناگهان اطراف یاران امام حسین خالی شد و از محاصره رها شدند و همگی به سمت لشکر امام بازگشتند. ساعت 12:50 ظهر است. حبیب ابن مظاهر در این هنگام شهید شد. امام حسین به یارانش فرمود یک نفر برود با عمر سعد مذاکره کند و بخواهد برای نماز ظهر جنگ را متوقف کنیم. وقتی حبیب ابن مظاهر این درخواست را با صدایی بلند از عمر سعد نمود، یکی از صفیحان در لشکر عمر سعد فریاد زد نماز شما قبول نمی شود. و حبیب در مقابل فریاد زد ای حمار، فکر می کنی نماز شما قبول می شود و نماز پسر پیامبر خدا قبول نمی شود؟ سپس به سمت او حمله کرد. اما از سپاه کوفه چند نفر به حبیب ابن مظاهر حمله کردند و جناب حبیب ابن مظاهر زیر ضربات شمشیر آن چند نفر جان خود را فدای مولایش امام حسین علیه السلام نمود. امام حسین برای اولین بار در روز عاشورا در این لحظه گریه کرد. امام رو به آسمان نموده فرمود خدایا مرگ خود و یارانم را به حساب تو می گذارم. سپس نماز را شکسته و به قاعده نماز خوف خواند. گروهی به امام اقتدا کردند و بقیه به دفاع و جنگ با مهاجمین پرداختند. زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی و چند نفر دیگر خود را سپر امام و دیگر نمازگزاران کردند. سعید ابن عبدالله 13 تیر و نیزه خورد و به شهادت رسید. او در آخرین نفسها از امام حسین پرسید مولای من آیا وفا کردم؟ و امام
او را در آغوش خود فشردند. و این یعنی همان زیبایی که حضرت زینب سلام الله علیها به آن اشاره نمودند. ساعت 1 بعد از ظهر است. 30 نفر از یاران امام حسین قبل از نماز زنده بودند و بعد از نماز همه آنها به شهادت رسیدند. بعد از شهادت دلیرانه اصحاب نوبت به بنی هاشم و خاندان امام حسین رسید. الفتوح عبدالله ابن مسلم ابن عقیل را اولین شهید بنی هاشم خواندند که به طور وحشیانه و ناجوانمردانه شهید شد. شهادت او بر جوانان بنی هاشم بسیار گران آمد، پس دست جمعی سوار شده به سمت دشمن حمله کردند. اما امام حسین آنها را آرام کرده فرمود: ای عموزاده های من، بر مرگ صبر کنید. به خدا قسم که از این پس هیچ خاری و ذلتی نخواهید دید. ساعت 2 بعد از ظهر است. تنها امام حسین و حضرت ابوالفضل ماندند. عباس علیه السلام اجازه میدان خواست، اما امام حسین او را مأمور رساندن آب به خیمه ها کرد. دشمن بین دو برادر فاصله انداخت. حضرت ابوالفضل علمدار کربلا در حالی که با شجاعت تمام سعی در آوردن مشک آب برای زنان و کودکان داشت در محاصره دشمن افتاد و دو دستش قطع شد و با عمودی آهنین بر سرش زدند که از اسب بر زمین افتاد. مهاجمین بلافاصله او را دوره کرده و ضربات شمشیر را بر پیکر حضرت ابوالفضل وارد می کردند. در این لحظه امام حسین همچون عقابی خود را به برادر رساند. مهاجمین با دیدن امام حسین ناگهان پا به فرار گذاشته و عقب رفتند. امام برای دومین بار در عاشورا برای حضرت ابوالفضل گریه کردند. امام فرمود: اکنون دیگر پشتم شکست. ساعت 3 بعد از ظهر است. امام حسین به طرف خیمه ها برگشت تا آخرین خداحافظی را با اهل بیت و خانوادهش انجام دهد. آن حضرت پیراهن خود را درآورده و پاله پاله کرد و سپس پوشید تا بعد از شهادت که دشمن اجساد را غارت می کند بدن امام را برهنه نکنند. هنگام آخرین وداع با اهل بیت کودک شیرخوارش علی اصغر را به میدان برد تا او را سیراب کند. ناگهان حرمله ملعون حضرت علی اصغر را با تیری سه سر بر گلو با خون خودش سیراب نمود. امام حسین به میدان رفت، اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان می شد. بعضی تیر می انداختند و بعضی نیزه پرتاب می کردند. از هر سو شمشیری بر ابا عبدالله الحسین فرود می آمد، اما تقریبا هیچ کس از روبرو با امام نمی جنگید چون مرگش حتمی بود. سرانجام پس از 33 زخم نیزه و 34 زخم شمشیر در بدن امام حسین، امام به زانو در آمد و بر زمین نشست. شمر و 10 نفر از قوی ترین جنگجویان کوفه با ترس و وحشت به پیکر نیمه جان امام حسین نزدیک شدند. با کوچکترین حرکت امام حسین آنها از ترس چند متر به عقب می رفتند. هیچ کس جرأت نزدیک شدن نداشت. زنان و کودکان با صدای شیهه زلجنا اسب با وفای امام حسین بیرون دویدند. در همین زمان کودکی به نام عبدالله ابن حسن علیه السلام به سمت مقتل دوید. کودک خود را در آغوش عمویش انداخت. او را در بغل امام حسین کشتند. امام که خود نیمه جان بود بسیار ناراحت شده و کوفیان را نفرین کرد. امام رو به آسمان فرمود: خدایا باران آسمان و رویدنی زمین را از ایشان بگیر. ساعت 4 عصر است. وقت شهادت امام حسین را وقت نماز عصر گفتند. سپس امام فرمود
به خدا قسم پس از من کسی را نخواهید کشت که خداوند از کشتن او بیش از کشتن من بر شما خشمگین شود. پس شمر فریاد زد: وای بر شما، مادرهایتان به عزایتان بنشیند، منتظر چه هستید؟ بکشید حسین را. در همین لحظه سنان ابن انس حمله کرده و نیزه‌ای در قلب امام فرو کرد. سپس شمر لعنت الله علیه خود سر امام را با وحشیگری تمام و با ضربات پی در پی برید و جدا نمود. ساعت 5 عصر است. عده‌ای لباس‌های آن حضرت را غارت کردند که بعدها همه آنها مرض‌های عجیب و لاعلاجی گرفتند. غارت عمومی آغاز شد. بعد از ساعتی عمر دستور توقف غارت را داده و حتی برای خیمه‌های باقی مانده نگهبانی هم گذاشت. آخرین شهید کربلا سوید ابن عمرو بود که در همین کانال ویدیویی با عنوان آخرین جنگجوی مبارز کربلا آپلود شده که به علاقمندان توصیه می شود حتما این ویدیو رو مشاهده کنند. نزدیک غروب آفتاب است. سر امام را جدا کرده و به خولی می دهند تا همان شبانه سر را برای ابن زیاد ببرد. سپس به دستور عمر سعد بر بدن امام حسین و یارانش اسب میتازانند تا استخوان‌های پیکر مطهر آنها را کاملا خرد کنند. جالب است که تمام کسانی که بر اجساد کربلا اسب تاختند همگی از حرامزادگان بودند. اکنون ساعت نزدیک 7 عصر است. عمر سعد دستور نماز جماعت مغرب را میدهد. سنان ابن انس بین سپاهیان حرکت کرده و رجز میخواند که افسار و رکاب و خرجین اسب مرا با طلا پر کنید، چرا که من بهترین مردمان را کشتم. و این روزی بود از روزهای خداوند که در آن بهترین بندگان خداوند به زیباترین شکل ممکن به سمت معبود خود پرواز کردند. درود و سلام خداوند بر سید و آقای شهیدان عالم حضرت امام حسین علیه السلام. به امید شفاعت برای همه دوستداران امامت و ولایت. پاینده و عزیز باشید.